دین مذهب از نخست تا به امروز بانی و باعث بدبختی مردم بوده. اما و ما هرگز تبلیغ دین نمی کنیم، فکر نکنید ما دین جدیدی و قدیمی و ما میگیم زرتشتی اوستایی دین، نه اینا دین نیست و نبوده است، آیین بوده است که تونست جهان رو بگیره. بارتولودی رو دیدید که مجسمه آزادی رو میسازه، همونی که فردوسی هم دستش میگیره، کتاب اوستا و مشعل همیشه فروزان زرتشت خرده، خردگرایی است. اما خب انسان ها همیشه به یک چیزی نیاز دارن که دستشون بگیرن، یا دکتر روان پزشکی یا دین و مذهبه. ولی من میخوام اینجا همونی که 40 خورده سال بهتون گفتم تأکید کنم بهش، که فقط بایستی به خداوند بزرگ دستمونو بگیریم، دلمونو بگیریم، مهرمونو بگیریم و خودمون همیشه بلند شیم. تو خونه بشینی بگی برسون، تو بری تو میدون، وقتی رفتی تو میدون بعد اونجاست که یاری اهورامزدا میاد و تو رو یاری میکنه. ولی اهورامزدا به دین و اینها نیست، خاطرتون جمع باشه، دین و این حرفا در کار نیست. دین کسی تبلیغش نمیکنه. اگه بشر به ترقی هم رسیده در طول تاریخ، به اهورامزدا، به خداوند، به نظم حاکم بر هستی باور داشته، به دور از خرافات و مزخرفات همه ادیان و مذاهب. امروز در این مورد میخوام باشون صحبت کنم. به همین خاطر به آگاهیتون برسونم، چون من به هموطنان ایرانی که گفتم و میگم، به دوستان و برادران آریایی تبارم، افغان ها، بارها گفتم، بازم تاکید میکنم، شما تا وقتی که برای دین بجنگید بدبخت و بیچاره اید و قتل عام میشید. برای دین اگر شما بجنگید قتل عام میشید. اینو من به شما میگم چون مطلعم. سیاوش اوستا دیگه الان میشناسید شما، توی 50 سال تلاش و کار. من به شما بگم مهربان یاران که همواره این خر مقدس بازی و دین بازی برای اینه که ازتون استفاده بکنن، بهرهشون ببرن. وقتی بهره کلی برده شده بهتون احتیاجی ندارن سرتون میبرن دیگه، مثل گوشت قربون.